موج آرزوها، دل خسته بین صحرا، موکب به موکبایم سویت امیر دلها. با کول بار منت در حسرت زیارت، آمی گذارم آقا در این مسیر جنت. باز میخوانم با این آقا از عشق چشم زهرا، از عاشورا. باز هر قدم بین جاده باز میآیم بی اراده، سویت آقا. یا مولا یا مولا شهید دشت کربلا، یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا. یا مولا یا مولا این نور چشم مرتضا، یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا. مولای مهربانم ای روح من روانم، این اربعین به لطفت راهی آسمان. به نام خدا، امید برزگر هستم از استان گیلان، از رشت منطقه سرابان، به زیارت اربعین امام حسین مشرف شدم. سفر اول منه، واقعا استحال بالایی دارم نسبت به این سفر. واقعا شروع حال دیگه هرگز مثلا انتظارشم نداشتم، ولی یک شروع حالی اصلا بی حد اندازه است، هیچ جوری نمیشه توصیفش کرد. واقعا عشق امام حسین، با اینکه درد پا دارم اصلا نمیدونم، خود به خود با ذکر صلوات من داره به سوی خودش میگشونه. معجزه شه، حالا نمیدونم طلبیده. یکی از علتهای سفر من توی این اربعین که حتی خودم انتظارش نداشتم توی این اربعین برسم اصلا، بچه ها به من زنگ زدن سفر اربعین میای. وقتی این کلمه رو شنیدم واقعا یه حال احساس اصلا عجیب به من دست، خدایا منم اربعین برم عراق زیارت امام حسین. گفتم چرا نمیام، اصلا خود به خود گفتم چرا نمیام، با اینکه مشغله بیکاری بود، نداشتن پول بود، ولی اصلا خود به خود اصلا یه معجزه ایجاد شد که اصلا ادامه سفر اصلا مهیا شد. یعنی پول اومد، پاسپورتش اومد، یعنی هر چی که امکانه که مثلا بیام به این طرف واقعا مهیا بود. مثلا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. مولاد كربلا و حضرت عباس، واقعا معجزه ای که سر حضرت عباس داشتن که هرگز از یادم نمیره، تو یه ثانیه تصادف بوده. موتوری که با 120 تا سرعت زمان که دارم میخورم به جدول، گفتم فقط یا ابوالفضل تو بدادم برس، انگار که یه نفر اصلا موتور از جدول دور کرد. یعنی واقعا بر من ثابت شد یه معجزه اینجا رخ داد که نه هیچ شکستی اصلا تو کل بدن نه، با اینکه دوستان پشت سر من با موتور داشتن میومدن، وقتی من اون صحنه دیدن، افتادن زمین منو دیدن، گفتن دیگه من مردم. ولی بلند شدم، بلند شدم، سر پا ایستادم، گفتم یا اول تا قربون اون نامت برم، قربون اون بزرگیت برم، کجا به داد من رسید. همیشه هم هر وقت به یاد ابوالفضل میفتم، به یاد اون لحظه میفتم، گفتم واقعا کسی هست که به داد آدم برسه. همیشه هم مدیونشم، حالا شاید به بچه هم رم کرده بود.
مزد کار من تو این اربعین به نظر من تو روز تاسوعای حسینی بود. رفتیم هیئت سینه‌زنی، وقتی مده داشت میخون گفت ایشالله داشت این روز روز اربعین کربلا باشی، از ته دل واقعا گفتم، از ته دل گفتم آمین. همین آمین رو گفتم، اصلا با دلم واقعا روشن بود که مثلا به زیارت امام حسین میام. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. یکی از اول احساسایی که تو این سفر داشتم، زیباترین چیزایی تو این سفر داشتم، کشیدن خود آدم خودش را اصلا خود به خود به سمت حرمه، خستگی بشنیم. حالا تو این راه که داریم پذیرایی میشیم، تو این راه داریم واقعا به ما هم میخوانم پذیرایی میکنن. به یاد لحظه افتادم خدایی اسیریه جان امام حسین، واقعا اینکه ما داریم پذیرایی میشیم، ولی اونایی که اسیری رفتن چه رنجایی تحمل کردن، چه مشکلاتی تحمل کردن. واقعا یاد اون ایام، به یاد همون ایام میفتم. زمانی که از خونه خارج شدم تا به اینجا رسیدم، فقط فقط عشق امام حسین، فقط به عشق امام حسین، فقط به عشق امام حسین. قاده بزرگی، عظمتش، بزرگواریش، اجازاتش، واقعا حالا احساس خوب بود. لحظه شماری دیگه، فقط لحظه شماری، لحظاتی که فقط برسم تو صحن بین حرمی. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سخت این از آزاری که به امام حسین شده به ما وارد میشه، همون لحظه که طفلشو جلوی چشاش کشتن، بدترین لحظه همون لحظه که وقتی بچه شیرخوارش رو کشتن. حضرت رقیه ای که دختر بچه به پدر علاقه زیادی داره، به اسیری رفته، هر روزی که روز به روز این جمعیت داره میان، نسبت به اهل بیت داره بیشتر میشه، زیاد زیادتر میشه، که حتی خودم که برای اولین بارم توی سفر اومدم هرگز انتظارشون نداشتم که اینقدر جمعیت باشه. بزرگی امام حسینه، عظمت امام حسینه، نشان از بزرگواری. واقعا خودم حال احساس عجیب وقتی این جمعیت رو میبینم، واقعا خیال احساس واقعا عجیبی دارم، واقعا عجیب. مهمون نوازی امام حسین میگم، هیچ کن نه گشنه است، نه تشنه است، همه راضی، همه ایشالله که ما هم بتونیم قدران این همه زحمات خوش. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. شما برای اولین باری که دارم به زیارت میرم، مهمون مهمان نوازیه، فقط از خودش میخوام راه خودش رو بریم، راه اهل بیت رو بریم. پای چیزی که خودش میرونه به شهاده میرسه، ولی به خاطر جهاد در راه خدا رفته، ما هم بتونیم همون کارا رو انجام بدیم که خودش هم خوشنود بشه، راه به بیراهه نریم.
چیزایی که ما را از اهل بیت دور کنه، چیزایی که برای خوشنودیش باشه. خواه منو توی این راه نگه داره، بتونم هر سال به زیارتش بیام. واقعا چون ابو نسانه واقعا مهمون نوازی ده اقلیم که هرگز هم سیر نمیشم، همین نیت هم خواهم هر سال به زیارت بشم. این سال که تنها آمده، ولی ایشالا سالهای دیگه چون تجربه کافی نداشتم با خانواده بیام، فقط به زیارتش بیام هر سال. بزرگترین خواستم، بزرگترین خواستم اینه که پدرم مادرم فقط از من راضی باشن، فقط پدرم مادرم. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. فقط بخوام یه دعا هم بکنم، تمام درد درمانده هر کی حاجت داره برآورده بکنه، هر کی که مریض داره، هر کی واقعا گرفتاری داره، مشکل داره، مشکلاتش حل بشه. چیزی که با خود این اتحاد حفظ کنیم اینو ببینیم که چرا امام حسین شهید شده، چرا شهید شده، جهاد کرده در راه خدا. ما هم باید کار بکنیم چیزهایی که پیغمبر گفته که به خاطر چی، اسلام یعنی چی، اونا رو روز به روز عمل بکنیم. چیزهایی که حلال دونسته حلال، حرام دونسته حرام. فقط همین چیز، کسانی اومدن که به نام دین، دین نام اسلام یه کارهایی میکنن که میخوان مردم از اسلام منحرف کنن، بذار یه کار میکنن که مردم جهان رو به اسلام بدبین بکنن. ما باید سعی کنیم که دیگه اون کارا رو تکرار نکنیم. چیزی که امام حسین خودش خواسته به خاطرش ایجاد کرده همون راه رو پی بگیریم. یا حسین یا حسین، هر فاقر ما هر چی داریم از همه ایمه عطا داریم، از همه امام حسین داریم، از امام علی داریم، خاندانش داریم، حضرت زینب داریم. بدونم اینا به خاطر چی جهاد کردن، شهید شدن و به خاطر چی به اسیری رفتن. یکم به فکر اینها هم باشیم، زندگی ما روز به روز رو به برکت میره، زندگی ما به خیر میشه، عاقبت ما هم به خیر میشه. هوای دیدن تو گرفت خواب و از تو چشمان شده جاده نجف تا کربلا تموم رویا. حالا که پر ندارم تا عرم میام پای پیاده، میزنه نبض دلم تا به کربلا با دل جاده. اگه که عمری باشه بازم، اگه سنگم بباره